کنی. یا آقایی به اسم ویکتور امیل فرانکل یا آقای یهودی در دوران جنگ جهانی دوم به بازداش، های کار اجباری بخلی. فرستاده شدند که معمولا اونجا تهش به کره آدمسوزی و مسالی از این قبیل ختمی شد که در تاریخ داریم ایشون اونجا روزهای بسیار سختی رو گذارم خوهرش رو از دست داد همسرش رو از دست داد از دست داد و این روال که به زودی نوبت من میشه برای رفتن از این دنیا و مرگ و ترس و اون اردوگاه ها بسیار زیاد بود و از جمله ایشون ایشون دقت کردید بعضی از افراد این ترس رو ندارن در هینه این که تو این جای بد و پر از وحشت و رفتارهای ناشایست هستن حالی حالشون خوبه اون استرس، اون استراب، اون ترس و اون وحشت رو ندارن توی همون اوضاع این روانشناس تحقیق کرد و دید بعضی از این افراد به یه منبعی وصلن به یه چیزی وصلن یه چیزی هست که ایشون اسمش رو گذاشت معنا ما میتونیم بگیم الله ما میتونیم بگیم گاد ما میتونیم بگیم طبیعت میتونیم بگیم کائنات میتونیم بگیم انرژی هر آنچه که هر کسی میپذیرد ما مسلمان ها میگیم خدا الله بله، اوکی okay. دید اینا به یه چیزی امید دارن به یه چیزی باور دارن و از اون منبع حمایت میگیرن و یک رابطه خصوصی و شخصی دو طرفه متافیزیکی ما هر چیزی رو که میبینیم و لمس میکنیم رو بهش میگیم فیزیک بله. فرای این میشه ما و طبیعه. بله. میشه متافیزیک اون رابطه <تصفح> تحقیق کرد در موردش و منتج به این شد که بیز اون حال خوب که از اون منبع حمایتی ما و طبیعه. دریافت میشه باعث این آرامش و باعث این عدم ترس و استراب میشه و یه روی کرد رو در روانشناسی پایگذاری کرد به اسم لوگوتراپی بله. معنا درمانی که از توی شکم این روش پرسپچوالیست ها اومدن معنویت درمانگراها